سلام، شب همگی به خیر. خوش آمدین. با نظرسنجی که گذاشتیم بالاخره به این نتیجه رسیدیم که قطعه ای ساربان رو کار بکنیم تو این فیلم. بریم ببینیم که توی کمترین زمان ممکن چجوری میتونیم بیشترین اطلاعات و مفیدترین اطلاعات رو بدیم. برای شروعش در رابطه با کوک من اولی نکته بگم، کوکش دو سول دوه، یعنی سیم اول دو، سیم وسط سول، دوباره دو تا سیم بالایم دو. من همین الان با خود فایل اصلی که محسن نامجو اجرا کرده این قطعه رو سازم و کوک کردم، که اگر شما میخواین الان سازتون رو با من کوک کنین و بعد با ورژنی که محسن نامجو خونده دوباره چک کنین، باش تمرین کنین، باش گوش کنین و همزمان باش بزنین، با توجه به چیزایی که توی این قطعه بهتون یاد توی این فیلم بهتون یاد میدم، احتمالا خیلی میتونین خوب باش همراهی کنین با فایلش. رو دیاپازون هم اگه چک کنین سیه، نوت یعنی دومونو سی یا بی رو دیاپازون نشون میده، یه ذره کمتر، حالا نمیدونم چرا من گوشی کوک کردم با محسن نامجو، ولی این میشه خلاصه اگه میخواین الان با من کوک کنین. سیم وسط هم اف دیز نشون میده، یه ذره باز کمتر. دو تا سیم بالایتون هم که با این کوک میکنه. این از این بحث. یه دوبل نوت هایی میگیره همیشه محسن نامجو، معروفه همه آهنگاش هم تقریبا با این حالت ها شروع میشه، اکثر آهنگاش، حتی آهنگ نوبهاری. سولو با انگوش یکمون، بذار یه بار اینو برای همیشه بهتون یاد بدم. سولو با انگوش یکمون میگیریم، روی سیم بالا با انگوش دوممون یه فرت جلوتر رو میگیریم، یعنی می بمول. این سولو با انگوش یک، اینجا می بمول رو میگیریم. وقتی از بالا به پایین، یعنی با پشت ناخونمون سیما رو میزنیم، این صدا رو میده. خوب دقت کنید، با انگوش یک سول، با انگوش دوم می بمول. اولی باید این صدا رو بده، الان دومی باید این صدا رو بده، با هم دیگه ترکیبشون میشه. بعد خیلی جابجا میشه از این دوبل نوت به این دوبل نوت، یعنی انگوش یکمون سول میخوره میاد از روی سول به لا بمول، انگوش دوممون که روی می بمول بود میاد روی فا. فا کجاست؟ دقیقا بالای سی بمول. این سی بمول این میشه فا که این صدا رو میده، اونم به گوشتون احتمالا خیلی آشناست. سیم پایین الان داره این صدا رو میده، سیم وسط هم داره این صدا رو میده و ترکیبشون با هم دیگه میشه این. پس اول قطعه با یه همچین چیزی شروع میشه. ببینید یه بم میزنه، روی این دوبلات ها با پشت ناخونش به همه سیما، یعنی از بالا به پایین میکشه دستش رو، اون بما رو تفکیک میکنه از این که رو هم هست. ریتمش هم همین الان به دست راست هم نگاه کنین، یاد بگیرین چجوری من آروم چند بار تکرارش میکنم. جلو ببین، اول اینو بزنین، یه بم، یه تک پایین، یه بم، دو تا تک پایین، ولی با این ریتم. بخش دومش یه بم، یه تک، یه بم، یه تک، ولی اولین رو اینه، دومی رو اینه. این از بخش دومش. حالا این دوتا رو کنار هم دیگه بذاریم، دو بار
تار اینو میزنی، میری سراغ این. خب اینو چه کار کنیم؟ انگوش دوم اون روی لا بموله، میگی لا سولا، با انگوش یک حرکت میکنیم جلو، لا سولا، با انگوش سوممون دو رو میگیریم، سی به کار میشه یه لحظه، دو سی به کار، لا بمول سول. این فاصله سی به کار تا لا بمولی خورده بلنده، حواستون باشه. لا سولا سی لا سول، ببخشید چی گفتم، لا سولا دو سی لا سول، لا سولا دو سی لا سول. اوکی پس شد. با پشت ناخونتون تقسیم بزنین، یعنی مضراب چپی که اینجوریه. خیلی اون اصول مضراب زدن ستار خیلی اینجا رعایت نمیشه فعلا، ولی تو این جمله جدیدی که الان میخوایم بزنیم رعایت میشه. یه ذره آسونه و خیلی هم روونه. از لا با انگشت سوم شروع میشه، چیه؟ میگیم لا سولا سول فا می. اینا الان تکرار کنیم بعد از من، لا سولا سول فا می. برش بزنین، سول فا سول فا می ره. پس شکلی میچسبن به هم، دو ره می ره سول، دو ره می، می به مولا حواستون باشه، دو ره می ره سول فا می ره دو. حالا یه چیزی همین وسط میزنه وقتی که میخواد تکرار کنه جمله رو، یعنی چی؟ خوشم به همون شکل گرکسیف و شلخته پلخته میزنه، ولی شما میتونید مثلا بزنید دوره می، یا اصلا هیچی نزنید فقط یه بم بزنید، فرق نمیکنه، تکرار میکنه. پس حالا من یه بار کاملشو میزنم که با تکرارش که میگه از می به سول انگشتتون رو میکشین، دو ره می ره میس، می به سول میشه میس، از می به سول که میگه باید خیلی نشونگیریتون دقیق باشه که دقیقا رو سول وایسین. خب با یه همچین چیزی مقدمه رو تموم میکنه. یک بار من کامل مقدمه رو میزنم، بخش این جمله آخرش هم که زدم میدونی که دیگه برگرفته از همون شروع قطعه بود، فقط با این ریتم یه بم یه تک رو این دوپ نوت، یه بم یه تک رو این دوپ نوت. حالا میشه دوتا رو این میزنه دوباره و رو این تمام میکنه، از اینجا بعد شعر رو شروع میکنم. حالا میخوام کاملی با مقدمه رو بزنم. Thank you.
مقدمه بود. الان حالا اگر هم همزمان با من تمرین نکردین و ساز تو دستتون نگرفتین، فقط فیلم رو دیدین، حداقلش اینه که نسبت به 11 دقیقه پیش خیلی الان بیشتر سر در میارین ازش و خیلی بهتر فهمیدین که جریانش چیه. اگر باید زدین که احتمالا الان با 2-3 روز تمرین میتونین راحت بزنینش به همین روونی و هیچ مشکلی، چون خیلی چیز ساده ایه. یه استراحت کوتاه میکنیم، میریم تو فیلم بعدی. از جایی که شعر شروع میشه رو میخوام بگم، شما اگه دوست دارین میتونین اول مقدمه‌شو در بیاریم بعد برین سراغ شعرش، میتونین از همین الان کار بکنیم و بعدا کلش رو با هم دیگه در طول هفته تمرین کنیم.